شاگردای عزیز سلام، امید است که جور و تیار و سرحال و بشاش باشین و قسمه که معلوم میشه یا میبینم تانه همین نام خدا همیتان سرحال و بشاش میباشین. البته درس امروز خدا ما شما آغاز میکنیم، قسمه که شما میفهمین صنف هفتم هستین، مضمونتان کیمیاست. موضوعی که امروز ما شما درس میخوانیم تعامل جمعی یا تعامل ترکیبی می باشه. درسی که می خوانین درس ششم می باشه، صفحه کتابتان صفحه 46 می باشه و فصل سوم کتاب در بر می گیره. حالا ما شما یک مرور می کنیم به درس گذشته خود. خب شما می فهمین که آیا ما روز قبل روی کدام موضوع صحبت کرده بودیم؟ بسیار خوب، آفرین، نام خدا دستای همتان بالاست. شما بگوین بسیار خوب. میگیم که درس قبلی ما تعامل چی بود؟ تعامل تجزیوی بود. تجزیوی یعنی تجزیه شدن. تعامل تجزیوی رو میگیم عبارت تعامل میباشه که یک مرکب کیمیایی در سر حرارت تجزیه میشه به یک یا چند ماده کیمیایی. مثلا هرگاه ما تعامل تجزیوی، یک مثال ساده بتیم، اکساید سیمان، وقتی که ما ایره حرارت میدیم توسط حرارت این تجزیه میشه به سیمان یعنی Hg و اکسیژن چی میشه؟ اکسیژن حاصل میشه که البته یک نوع تعامل چی می باشه؟ یک نوع تعامل تجزیه می باشه. اکساید سیماب که یک مرکب کیمیایی است، ایره حرارت داریم، توسط حرارت تجزیه میشه به سیماب و اکسیژن. این می تعامل ما شما به نام تعامل چی یاد می گیرید؟ به نام تعامل تجزیوی یاد می گیرید. خب شاگردای نازنین، البته درسی که ما شما امروز می خوانیم روی تعاملات جمعی می باشه و پیش از اینکه تعاملات جمعی را من بر شما تعریف کنم یا به حساب یک کمی بالایش وضاحت بدم، یک دفعه می بینیم که اهداف آموزشی ما چی می باشه. یعنی زمانی که شما امروز این درس می خوانید، در ختم درس ما می بینیم که روی کدام موضوعات شما به حساب مکس می کنین یا کدام موضوعات ما داخل درس باید ما این اهداف برآورده کنیم. اولی که از شاگردان توقع میره که الی اخیر درس باید شما چی کنید؟ باید تعاملات جمعی را تعریف و استفادهش را در سند بیان کنید. یکی دیگر اجرای تعاملات جمعی را در لابراتوار یاد بگیرند. سوم ماهیت تعاملات جمعی را در و رول آنها را در صنعت بیان نمایید. اینی اهداف میباشه که ما شما بالای صحبت میکنیم و در ختم اینمی اهداف حتما باید برآورده کنیم. خود شاگردای نازنین، دخترای مقبول، آره من یک سوالک بسیار ساده شما دارم. خدا کنه که شما این سوال جواب بدین و میفهم که حتما جواب میدین، چون که شما شاگردای بسیار ذکی و هوشیار هستین. خود سوال چقسم پره شده؟ آیا گاهی بالای چونی آب نارسیده یا کلسیم اکساید آب علاوه کردین یا نه؟ اگر علاوه کنید شما چی را دیدید یا چی رو نما شده؟ البته ما این را باز بعدم بر روی یک تجربه نشان میدیم. خب شما بگین که کدام وقت شما بالای چونی آب نارسیدن یا کلسیم اکساید آب علاوه کردین یا نه؟ علاوه کردین؟ بسیار خوب. کی میگه؟ خب نازنین جان خودت بگو. نازنین میگه که زمانی که ما بالای کلسیم اکساید یا چونی آب نارسیده آب علاوه میکنیم، توتای کلسیم اکساید میپونده و کلسیم هایدروکساید یا چونی آب رسیده را تولید میکنه که البته ما ایره بر سفید کردن خانه ها و تعمیرات میتونیم که استفاده کنیم. بسیار خوب، نام خدا. خب اینان ما شما بالای تعاملات جمعی صحبت میکنیم. تعامل جمعی یعنی چی؟ تعاملات جمعی رو میگن عبارت از تعاملات میباشه که دو یا چند مرکب
با هم ترکیب میشن، با هم یک جای میکنن، با هم یک جای میشن و هم مرکبات مختلف با خواص مختلف چی میکنن؟ میسازن. یا دو یا چند مرکب با هم یک جای میشن و یک مرکب رو میسازه که دارای خواص به کلی جداگانه و متفاوت میباشن. قسمی که پیشتر گفتم که هرگاه بالای کلسیم اکساید یا چونه آب نرسیده ما آب پرتیم، طبعا کلسیم هایدروکساید حاصل میشه و این را ما شما میشنیم که تبروی یک تعامل کیمیایی این را نشان بده. کلسیم اکساید CaO جمع آب وقتی که این را تعامل میدیم میسازه مرکب کلسیم هایدروکساید CA قوشرو OH دو دفعه. این را ما باز پسان بر شما بگم کلسیم اکساید نام دیگهش چونه آب نارسیده یعنی چونی می باشه که بالایش آب علاوه نشده یا امرای آب تعامل نکرده. جمع آب. وقتی که تعامل می دهیم، البته تعامل بدون حرارت صورت می گیره و مرکب کلسیم هایدروکساید می سازه. یا القلی کلسیم هایدروکساید. این را بنام القلی هم یاد میکنن یا القلی کلسیم هایدروکساید. مدل را فهمیدین؟ آیا اگه مایل توزین کنیم توزین کار داره؟ خب یک دفعه میبینیم خیره یک از اون کلسیم اینجا داریم بانه که قلم رنگ بگیرم یک از اون کلسیم اینجا داریم پیدم تعداد اتمای کلسیم ما با هم برابر یک از اون اکسیژن اینجا داریم اینجا چند از اون داریم؟ دو اتم ببینین دو اتم اکسیژن داریم خب اینجا یک از اون اکسیژن اینجا داریم و یک از اون اکسیژن در آب داریم جمله چند میشه؟ جمله دو میشه خب پس اینجا دو اتم اکسیژن داریم چند از اون هیدروژن؟ دو اتم هیدروژن اینجا چند اتم هیدروژن؟ اینجا دو اتم هیدروژن پس معادله چی شد؟ معادله خود به خود توزیع شد اینال شاگردای عزیز پیش از اینکه فعالیت ها را من فعالیت بعدی را با شما کار کنم اینجا یک فعالیت داریم یا یک تجربه یک بسیار ساده داریم که را ما و شما اجرا میکنیم البته اول من مواد میارم بر شما معرفی میکنم کلسیم اکساید یا چونه آب نارسیده که البته من فرمولش را قبلا بالای تخته نوشته کردیم کلسیم اکساید یا چونه آب نارسیده که شما هم به این آشنایی کامل داریم و کسایی که در خانه سفیده کاری نکرده باشن میتونن ببینن دیگه آب است بیکر با آب بیکر با آب این هم میمانیم بوتل آب است ایرام بوتل آب و گرچه در کتاب شما گفته نشده باش گفته نشده منطقه برزی که ما شما بفهمیم که آیا واقعا القلی کلسیم هایدروکساید یا چونه آب نارسیده چونه آب رسیده تشکیل شده معمولا ما چی میکنیم از بعضی معرف ها یا مشعر ها یا اندیکاتور ها استفاده میکنیم که مواد بر ما نشان میده که آیا در محیط تعامل القلی یا قلوی تشکیل شده یا جذاب یا کنام ماده دیگه این معلول فینول فتالین است که البته دکتر شما گفته نشده خب حالا ما چی میکنیم؟ حالا ما بیکر آب میگیریم بعدا یک مقدار آب دیگه هم علاوه میکنیم دیگه بعدا شاگرده عزیز چی میکنیم؟ چونه آب نارسیده یا کلسیم اکساید علاوه میکنیم یک توتشه البته کلسیم اکساید یا چونه آب نارسیده به شکل کلوخه ها میباشه و فوق العاده سخت میباشه
ایرا در بین بیکر چی میکنیم؟ علاوه میکنیم. و شما میبینید که این جوش کرده. خب، کلسیم هایدروکساید تولید شد. یعنی زمانی که ما کلسیم اکساید در بین آب انداختیم، کلسیم هایدروکساید تولید میشه. اینا رو ما چطور بفهمیم که امی کلسیم هایدروکساید تولید شده یا نه؟ گرچه در کتاب شما من پیشرم گفتم نیست، معمولا از بعضی معرفا کار میگیریم. یک قطره فینولفتالین در بینش میپرتیم و شما میبینیم که رنگ امین محلول ما چی کرد؟ رنگ محلول تغییر کرد. اینال شما گفتم میدانیم که چرا رنگ محلول کلسیم هایدروکساید تغییر کرد؟ کسی گفتم میدانه؟ رنگش اول سفید بود، بقیه بیرنگ بود. اما زمانی که ما فینولفتالین در بین گلاس انداختیم، رنگش تغییر کرد. علت چه گفتم میدانیم؟ بسیار خوب. کی میگن؟ چون که در اینجا ما محلول فینولفتالین علاوه کردیم و محلول فینولفتالین از جمله معرفا یعنی معرفی کننده یا اندیکاتورها میباشد، زمانی که در محیط القلی یا قلوی ایر علاوه میکنیم رنگ ارغوانی رو به خود میگیره. آلی شاگردان عزیز، میبینین که اگر ما امی بیکره دست بذاریم فوق العاده داغ آمده و در غیر از او این به حساب جوش میکنه. چرا؟ داغ است. زمانی که ما کلسیم اکساید بین او انداختیم و برای که بفهمیم که آیا القلی کلسیم هایدروکساید تشکیل شده یا نه، ما یک چند قطره محلول فینولفتالین رو بالایش علاوه کردیم، دیدیم که رنگش ارغوانی شد، منطقه ارغوانی کم رنگ شد. خب فهمیدیم که کلسیم هایدروکساید تولید شده، اما بعد از 5 دقیقه یا 10 دقیقه دیدیم که کاملا جوش میکنه و خود امی کلسیم اکسایدی که به شکل کلوخه میباشه ایچی کرد، ای تعامل میکنه میپنده و کلسیم هایدروکساید میساده. و از طرف دیگه یک کدام نوع تعامل می باشد؟ شما بگید تعامل اندوترمیک یا تعامل اکزوترمیک. اگر شما این دست بذارین چقدر داغ آمده؟ بسیار داغ آمده، دست رو می سوزنه. پس اینی یک نوع تعامل چی می باشد؟ یک نوع تعامل اکزوترمیک می باشد. اکزوترمیک. نوع تعامل کلسیم اکساید به همراه آب که کلسیم هایدروکساید می سازد، یک نوع تعامل چی می باشه؟ یک نوع تعامل اکزوترمیک می باشه. یعنی حرارت از خود چی میکنه؟ از خود خارج میکنه. بدون از اینکه ما حرارت بدیم خود به خود چی میکنه؟ حرارت خارج میکنه. و شما میبینید که کاملا نی به این شکل تبدیل شده. آن بازم ما و شما یک فعالیت دیگه داریم. خب شاگردای عزیز، آره، باز هم ما شما یک فعالیت دیگه داریم و او تعامل برادر آهن با سلفر می باشد. خوش آگردهای نازنین، پیش از اینکه من مواد بر شما تجربه کنم، یک موضوع رو بر شما خاطر نشان می کنم. زمانی که ما شما در لابراتوار کار میکنیم یا در صنف کار میکنیم یا با مواد کیمیایی سر و کار داریم، باید قوانین لابراتوار را مراعات کنیم. مجهز با دستکش باشیم و مجهز با ماسک باشید، که البته ای از جمله قوانین کار در لابراتوار می باشد. آن ما و شما مواد چی می کنیم؟ بر شما معرفی می کنیم. موادی که ازش استفاده می کنیم شیشه ساد یا قاب ساد می باشد، براده آهن سرش رو پس محکم میکنیم و پودر سلفر. خب الان ما چی میکنیم؟ آره، ما 600 تا میگیریم و
یک مقدار برادی آهن در بینش میندازیم. بعدا سر بوتر را بسته میکنیم. بعدا یک مقدار پودر سلفر را دیچه میکنیم، دیش علاوه میکنیم. البته قسمی که شما میبینید پودر سلفر دارای رنگ چی میباشه؟ رنگ زرد میباشه. بسیار خوب، ایران به اینجا میندازیم. بعدا سر بوتر را محکم میکنیم. اینان هر دو مواد با هم مخلوط میکنیم، یعنی هم پودر سلفر و هم برادی آهن. ببینید به اصلاح ما شما گتوتش میکنیم. خب الان من یک سوال از شما دارم. به نظر شما امین مواد پودر سلفر و برادی آهن که با هم گتوت کردیم، این امیر ما و شما برام چیات میکنیم؟ برام چی؟ برام مخروط. بسیار خوب، کدام مخروط؟ متجانس؟ دیگه کی میگه؟ غیر متجانس. بسیار خوب، از جمله مخروط های غیر متجانس به حساب میره، یعنی پودر سلفر و برادی آهن از جمله مخروط های غیر متجانس به حساب میره. خب اینال اینمی که مخلوط متجانس یا غیر متجانس است، این باز هم ما شما چی میکنیم؟ این را تجربه میکنیم. ببینیم ببینیم شاگردای عزیز، آیا ما شما پودر برادی آهن توسط مغناطیس تانستیم که جذبش کنیم یا نه؟ بسیار خوب، جذب کنیم و خود پودر سلفر برای شیشه ساعت یا قاب ساعت باقی ماند. پس یک مخلوط چیز؟ یک مخلوط غیر متجانس به حساب میره. خب خیر است، یک سوال دیگه من میکنم. امین مخلوط غیر متجانس کدام تان تعریف کرده میتونین یا نه؟ مخلوط غیر متجانس چه نوع مخلوط میباشه؟ مخلوط هایی هستند که اجزایشان در تمام سطح به طور مساوی و یکسان تقسیم نشدن. فرض میکنیم در اینجا ما هر قدر که پودر سلفر و برادی آهن با هم مخلوط کردیم، باید باز هم تعداد مولکول های برادی آهن و پودر سلفر در تمام همی بشقاب یا 60 ساعت به طور مساوی و یکسان تقسیم نشدن. پس این نوع مخلوط ما شما برام چیاد میگیریم؟ برام مخلوط غیر متجانس یاد میگیریم و تانیسیم که پودر سلفر را توسط برادی آهن چی کنیم؟ جذبش کنیم. بسیار خوب، آره ما شما چی میکنیم؟ آره ما شما تجربه را انجام میکنیم یا انجام میدیم. یک عدد تیسیوپ میگیریم، این را توسط گیراه با پایه محکم میکنیم. ببینید این را به هر شکلی که خواسته باشیم ما میتونیم که تستیوب را محکم کنیم. خب آره میاییم در تجربه بعدی خود. البته تستیوب را توسط گیراه با پایه محکم کردیم. بعدا چه میکنیم؟ گاز اینجا میمانیم چون که فوق العاده نزدیک است به تماس خود حرارت قرار گرفته، این یک کم بلندتر میکنیم. خب بعدا چی میکنیم؟ بعدا میگیریم امی مخلوط برادی آهن و سلفر را چی میکنیم؟ در بین خود چی؟ میندازیم.
اینم شاگردای نازنین چی می‌کنیم؟ میره حرارت می‌کنیم. یه گوشه‌ای رو می‌بریم و میره حرارت می‌کنیم. می‌بینیم که چه حادثه صورت می‌گیره. گوگرد می طرف میماریم، مواد می طرف میماریم. البته اگر ترازو باشه خوبتر است و اگر ترازو هم نبود خیره. تامل شروع شده ببینیم. کفایت میکنه دیده شد زمانی که پودر سلفر امرای برادی و هم مخلوط میشه بعد نیر ما در تستیف انداخته برارت میدیم میبینیم که به شکل یک ماده سیارنگ در داخل تستیف تشکیل میشه. خب اینا رو من یک سوال میکنم، این رو گل میکنم، بعد یک سوال میکنم. خب به نظر شما اگر آره ما اینمی چیره مقناطیسه بگیرم داخل تستیوب کنم، به نظر شما امین مواد مقناطیس جذب میکنه یا نمیکنه؟ کی میگه میکنه، کی میگه نمیکنه؟ چرا به چی دلیل؟ خب میگن که نمیکنه. چرا نمیکنه؟ برای که خواص خود به کلی هم سلفر و هم براده آهن و هم سلفر چی کردن؟ از دست داده و یک ماده به کلی جداگانه تشکیل شده. خب ایناله اینمی را ما شما بالای تخته نوشته میکنیم. خواه آهن اف ای، البته ای را میپامین پودر آهن با کدام شکل بود؟ به شکل جامد بود. به شکل جامد شما به چشم دیدید که به شکل جامد بود. پس نوشته میکنیم S مخفف جمع. براده آهن و پودر سلفر. پودر سلفر هم قسمی که شما دیدین به شکل جامد بود و دارای رنگ زرد می باشد. خب سلفر یا هم به شکل چی بود؟ به شکل جامد. براده آهن جمع پودر سلفر. خوی می سازه سلفاید آهن اف ای دو اسه. اینا نه ما شما یک در بازی رو توزین میکریم. چرا؟ شاید شما بگین که هر تو بابا بالای توزین گاب میزنی، اما یگانه کار ما شما در کیمیا در قدم اول توزین معادله کیمیایی میباشه. خب اینا نه من این رو توزین میکنم امرای یک رنگ دیگر. خواه من شما پرسان میکنم که اینجا چند دانه آهن داریم؟ یک دانه آهن داریم نیم؟ اینجا چند دانه آهن داریم؟ اینجا دو دانه آهن داریم. اینجا دو دانه آهن، اینجا یک دانه آهن. آهن ضرب چند میکنیم؟ ضرب دو میکنیم. بسیار خوب. خواه میاییم بالای سلفر. چند دانه سلفر داریم؟ یک دانه سلفر. اینجا چند دانه سلفر داریم؟ اینجا سه دانه سلفر داریم. پس سلفر ضرب چند میکنیم؟ ضرب سه میکنیم. معادله چی شد؟ معادله توزین شد. یعنی هرگاه ما براده آهن به همراه پودر سلفر حرارت بدیم در نتیجه سلفاید آهن چی میشه؟ سلفاید آهن تشکیل میشه یا به وجود میاد. کینی هم یک تعامل چی میباشه؟ یک نوع تعامل جمعی یا ترکیبی به حساب میره. انشالله شاگردای عزیز
مادله رو فهمیدین، اگر نه فهمیدین که بار دوم با شما بگیم. فهمیده شد؟ آهن، پودر برادی آهن، امرای پودر سلفر، زمانی که تعامل میکنه سلفاید آهن هم میشده. خواه، آلی ما بازم یک چی داریم، یک ارزیابی داریم. خواه، تعامل جمعی یا تعامل ترکیبی را کدام ایسان میتونین تعریف کنین؟ بسیار خوب، نام خدا، همه سن فهمیدن. خواه، شکیبا جان بگو. بسیار خوب، شکیبا جان میگه که تعامل جمعی برتا تعامل میباشه که دو یا چند مرکب با هم ترکیب میشن، با هم تعامل میکنن، با هم اتحاد میکنن و در نتیجه یک مرکب جدید با خواص به کلی جداگانه یا جدید میسازن یا تولید میکنن. کینی تعامل ما شما برام تعامل یاد میگیرین، برام تعامل جمعی یاد میگیرین. آیا کدامتان یک تعامل ساده را برای تعاملات جمعی نوشته کرده میتونین یا نه؟ بسیار خوب، شکیلا جان میگه که امی که آهن به امرای پودر سلفر اتحاد میکنه یا تعامل میکنه و سلفاید آهن رو میسازه، این امی یک نوع تعامل چی میباشه؟ یک نوع تعامل جمعی و یا ترکیبی میباشه. بسیار خوب، حالا ما شما میاییم بالای کار خانگی. سوالایی که برای کار خانگی بر شما داده شده، یعنی جزء درسی امروز هم می باشه، سوالات بسیار ساده و کوتاه می باشه و انشاءالله شما ایره آله پیلن یادداشت میکنین و بعدا در خانه یاره زمانی که خستگیتان رفع شد ایره حل میکنین و بعدا روز آینده میره میبینم. سوال اولتان، مخلوط برادی آهن و پودر سلفر چی نوع مخلوط خواهد بود؟ آیا یک مخلوط متجانس است یا غیر متجانس؟ این جواب میکن. سوال دوم، کدام یک از اینها، یعنی برادی آهن و پودر سلفر که بالای تخته‌ام نوشته شده، توسط مغناطیس جذب میگردد؟ البته ما و شما در تجربه دیدیم که زمانی که پودر سلفر با برادی آهن مخلوط کردیم چی را جذب کرد؟ برادی آهن را جذب کرد. پس برادی آهن توسط مغناطیس چی میشه؟ جذب میشه. سوال سومتان، آیا مسئول تعامل توسط مغناطیس جذب میگردد یا نه؟ اگر ما گفتیم که هرگاه ما مغناطیس یا آهن ربا را داخل امی ماده حاصله یا امی سلفاید آهن کنیم، آیا این جذب میکنه؟ ما گفتیم که به این صورت جذب نمیکنه. چرا؟ برزی که یک مرکب تشکیل شده که دارای خواص به کلی جداگانه میباشه. مال پیران خلاص بر شما گفتم، بازی شما نشان میکنه. و سوال آخری، آیا در این تعامل تغییر کیمیایی صورت گرفته یا خیر؟ میگه که آیا در تعامل برادی آهن با سلفر تعامل کیمیایی صورت گرفته یا نه؟ اگر تعامل صورت نمیگیریم، مواد خواص خود به کلی حدث نمیداد، نه رنگ سلفر باقی مانده و نه خود برادی آهن و یک مرکب به کلی جداگانه را که به نام سلفاید آهن یاد میشه ای ساخته. پس تعامل کیمیایی اینجا چی شده؟ اینجا صورت گرفته. خوش شاگردای نازنین، ای بود درس امروزتان. خدا کنه که خوشتان آمده باشه، حتما خوشتان آمد. خب سهیلا جان میگه که بسیار خوشم آمد. چرا خوشت آمد؟ چون که تجربه داشت. وقتی که ما تجربه دیدیم میگه عملا اجرا کردیم، دیگه هیچگاه فراموش ما نمیشه. خود شاگردای نازنین، سوالاتان انشاءالله در خانه حل میکنین. اگر کدام مشکلی داشتین باز بدن ما شما برای صحبت میکنین. از این که من را تا این ساعت همراهی کردین یک دنیا تشکر. خدا کنه که درسایتان را بخونین به امید پیشرفت های هرچه بیشترتان در زندگی روزمره و مخصوصا در خواندن درس کیمیا. خدا حافظ و ناصرتان. خدا حافظ.